رادیو از وقتی دیدم ضبط نمی کردم به حال ضبط. بله، حقیقت و راستی، حقیقت گویی و درست کرداری موردی است که در جهان کمتر بهش توجه میشه، به ویژه در جهان امروز ما. جهان خیلی تبلیغاتی شده، خیلی شعاری شده. مردم یک کتاب، یک آفیش، یک آگهی، یک پیام دو دقیقی رو گوش نمی کنن دیگه. یعنی خیلی آسوده طلب و پوچ داریم میشیم و خیلی زود با یک توییت کل تفکر ما درباره یک فرد، یک پدیده تغییر میکنه، عوض میشه. یک جهتش که مثبت هست، واقع‌گویی هست، خیلی خوبه. یک جهتش که ویرانگری هست و با هدف و برنامه دنبال میشه، اندوهگینان است. کلن در رابطه با میهن اهورایی خود ما همیشه این رو باید بدونید که به ویژه در امروز شرایط کنونی، آزادی، پیروزی، رهایی به آن نیست که نظام رو ساقط بکنیم. پایه‌های نظام رو وقتی یکی یکی گرفتید، شکستید، یک لنگش کردید، لنگ دیگرش رو شکستید، دستش و انگشتش رو قطع کردید و اینها هر گامی که در این راستا برداشتید پیروزی بوده است. و خصوصا از یک سال و نیم پیش دختران رعنای آریایی ما با فدا شدن مهسا، ژینا، این اتفاق براشون افتاد و دختران سلحشور و سربلند آریایی ما که در پستوی خانه ها بودند و در زیر فشار بودند، نصفه حساب می شدند و می شوند در اسلام، قضاوت ندارند و قصاص ندارند و دو 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 هر چی دلت می خواد از این بی عدالتی ها، اینها وقتی به میدان آمدند و دلیرانه و سربلندانه و سلحشورانه به سنت دیرین و کهن آریایی در میدان آمدند، کانونهای شورشی به دفاع از اینها آمد در کوچه و خیابون، پیروز شدند. دخترای ما الان تو ایران پیروزند. این پیرپاتالهای سجاد نشین سید اولاد پیغمبر پرست تازی اندیش، اینها رو به نابودی هستند اگر سر تعظیم در برابر فرزندان خودشون، دختران خودشون فرود نیارن. مردها اون مرد سالاری و اون چه و چه رو اگر از بین نبرن نابودن. 30 سال پیش بود در ایران یک سریالی با نام پدر سالار نشون میدادن. این سریال پدر سالار برای این بود که یه تلنگر بزنه به این که آقا این مرد سالاری که در ایران و کشورهای اسلامی است، که اسلام به اینها این اجازه رو داده است که چنین فشاری رو بر مردم فرود بیارند. در اون موقع، در اون هنگامه من تأکید کردم که اگر نگاه درستی ما به این پدیده داشته باشیم، این پدیده رو میشه مثل تمامی فیلم های دیگه که نمونه هاشو بهتون گفتم، که آخوند کشی رو در خود ایران درست شده، زدن آخوند رو و نابودی نظام روحانیت رو، مسخره کردن اسلام رو نشون داده و میده، ما میتونیم در راه پیروزی گام های ستر گسترده ای برداریم. اونجا من یادم میاد که یک دختر جوانی بود که ایشون نقش کوچکترین دختر پدر سالار رو بازی میکرد و من اسم این رو گذاشته بودم رهبر انقلاب، و یک شب این رو در تلویزیون خود جمهوری اسلامی مطرح کردم که قلقله افتاد، شورش به پا شد. چطور بود؟ اون موقع ها روانشاد رضا صفدری که اونو کشتن، از برنامه سازان جام جم بود برای خارج از کشور، تو ایران هم میدیدن. ایشون با هم اون یعنی ایشون با من تماس گرفته بود و اینا که من با نام مستعار
اون موقع هنوز تلویزیون های خود ما رایج نشده بود، یعنی این تلویزیون ها هنوز وجود نداشت و روی آنالوگ برنامه هاش رو جام جم پخش میکرد. به من گفته بود که من کتاب های تو رو خوندم، اطلاعات دارم، پاریس اومده بودم، برنامه رادیو تو گوش کرده بودم اینا، ولی من میدونستم که بخشی از مدیریتش با این کار موافق بودم، بهش پیشنهاد کرده بودم. من با ایشون مصاحبه های زیادی انجام میدادم، ولی با نام جمشید فردوسی پور، استاد دانشگاه در پاریس. با نام جمشید فردوسی پور ما اینقدر حرف های اونجا زدیم که الان که الان هنوز که هنوزی تو رادیو تلویزیون کسی جرأتش نداره بزنه و رضا صفدری جان فشانی کرد و اینها رو پخش کرد. حیدر رو و صفدر رو من اونجا معنی کردم که یعنی کسی که آدم از اسد نصف میکنه، لقب علی است. گفتم علی رو چرا مردم ایران دوست دارن؟ چون عرب کشی کرده، سه تا جنگ کرده با عرب و غیره و برنامه های دیگه و افراد بسیاری رو که می آورد مهمان برنامهش بودن در اونجا از من دعوت میکرد به نام دکتر جمشید فردوسی پور. من میرفتم روی ایر و اینها رو خدمتشون میرسیدیم از نظر کلامی، مثل خانم فاطمه رفسنجانی، لاریجانی حتی آمده بود، حاتمی کیا این کارگردان اطلاعاتیشون اومده بود و خیلی آدم های دیگه که می آمدن ایشون به من زنگ می زد. حالا یک شب که شب عید بود، این در اون شبانه عید که با من صحبت می کرد 7-8 تا مهمانانش بودن، از جمله همین خانم، دکتر خانمی که موقع جوان بود، الان 30 سال گذشته دیگه حتما مثل موقع جوان مونده. من گفتم این خانم رهبر انقلابه در نظام جمهوری اسلامی 30 سال پیش. گفتم این رهبر انقلابه، چون این نشون میده که ایرانی، مرد ایرانی مرد سالار نیست، مرد ایرانی تازی و غیره و غیره نیست. شروع و پایان نیکویی داشت این برنامه و وسط تا گفتم این خانم رهبر انقلابه، یه اومدن قطعش کنم برنامه رو، صدا میاد که آم من یه واس مسیر رو عوض کردم و من آریایم از نسل آفتاب، از شهد ماهتاب. مال برادرم مسعود سپند هست این ترانه، این رو اونجا خوندم و جنجالی به پا کرد. یعنی ببینید شما در هر هنگامه، هر جایگاهی که میتونید بایست این خردگرایی رو ببرید. رژیم نمیافته با این کار، ولی یهو یه تحول میشه. پر بیننده ترین برنامه تو میگه، میگه این دختر رهبر انقلابه، ارزش گذاشتم بهش. در پاورقی سالنامه آریایی میترایی که 40 سال منتشر میکنیم، آرتیست این سالنامه به قول یک هنرپیشه مشهور ایرانی عزیزم میگه آرتیست توی این سالنامه‌ای تو ما زنها بودیم و هستیم، به ما تمام باهایی که باید بدی دادی، مشورت بکنید با زن، رهبری دست زن باشه بهتره و و و پایین صفحه می نوشتیم تو حالا نبیده بده. سالنامه هم به رایگان میتونید از iran7000.com دانلودش کنید و بفهمید و بدانید و آگاه باشید که تو در سال 7762 آریایی میترایی هستی. تمدن بزرگ ایلامیان که رفته زیر خاک، تمدن بزرگ میترایی، تمدن بزرگ آریایی و اینکه 1403 یعنی تاریخی که به سرزمین تو تاختند، تو را نابود و بیچاره کردند تا به امروز. اسم یزدگرد مزگردم روی نمیزن مزخرف، اینها ناآگاهانه این کار میکنند. اهورامزدا اینها را آگاه کن و به راه بیار با اونها هم که آگاهند و مزدور، از راه دیگه مزدوریشون رو برسون، یعنی مزدشون از راه دیگه برسون که مزدوری نکن. خب حالا از همون موقع که این خانم، دختر خانم من رهبر انقلاب خطاب کردم تا به امروز، رهبر انقلاب و دگرگونی و گرد آفریدی در ایران، رهبر شورش های مردمی در ایران، رهبر کانون های شورش ایران، دختره اشرف پاک. اشرف پاک شرف دارن اینا. شرف یعنی چی؟ شرف یعنی همین که دختران ما دارن اینجور شجاعانه. این دخترها پیروز شدن، ایران پیروز شده و
همچنان که عرض کردم پایه ها رو لرزونده، شکسته، انگشتار قطع کرده، خواهید دید که رو به پیروزی کامل میره، چون رژیم رو تسلیم خودش کرده. این بار دیگه السلام علیکم مردم نیستند، السلام علیکم و رژیم داده تسلیم مردم داره میشه. و خود اینها اگر شما این شورش آریایی رو بیشتر کنید و بیشتر بگید که اسلام چیست، سادات تازی کیستند، سیدای اولاد پیغمبر تشکیلاتی منظم کی هستند که دارن ایران رو نابود میکنن و کردن و میکنن قان کرد، وقتی اینو بگین یارو همه حتی اسماشون رو خودشون عوض میکنن. همچنان که اکثر اینا که میان خارج از کشور لیستشون من از آمریکا، اروپا، کانادا اینا دارم، وقتی وارد میشن قبلا در ایران جعلی پاسپورت شناسنامه با نامهای آریایی ایرانی گرفتن، میان خارج که با پول میان میخوان اقامت بگیرن چه و چه، اسمهای محمد علی حسین اینا را دیگه ندارن. اونم که دارن اشکال نداره، شما اسم پدر نیاکانتون روی شما گذاشتن نمیتونید کنین، بچهاتون عوض کردین، خوبه، زمان داره پیش میره، نگران نباشید، از این جای نگران نیست. شما پیروزی چرا این فیلم هایی که ساخته شده داره میشه، تو آخوندو میزانه پرت میکنه میکشه، تو قبلا با تو فیلم هم مثلا مگه میذاشت، چون اوایل انقلاب کسی بیاد بگه بالا چشمه آخوند ابرو، همون فیلمی که امام علی که ساختن که در اون کارگردان میاد خلیفه و حاکمش و امام جمعهش و اینا رو معرخور و شرابخور و مست و اینا نشون میدن، خود خامنه‌ای اومد اعتراض کرد به اون فیلم. خود خامنه‌ای گفت آقا من کتاب دارم، صلح امام حسن مال من، برین آخرین سردار فیلم کنید. امام علی چیه فیلم کردید؟ آبرون رو تو امام علی برد، ده موردش رو به شما نشون دادم، ده مورد. علی میخواد امرئاس رو بکشه، امرئاس لخ میکنه، بوده بوده داره میری وای میسته شربش داره میری لخ میکنه، اینجوری علی بر میگرده همینجور لخ میاد پیش معاویه. تو فیلم امام علیه، معاویه میگه مرد حسابی چه قیافیه، چرا لخت اومدی؟ میگه اهلیلم یعنی ذکرم مرا نجات داد. تو چی میگی؟ قرآن ها رو بگو بیارن، میخوایم سر نه کنیم. اهلیل، اهلیل، چرا از اهلیلش ترسید؟ علی از اهلیل امر آس در فیلم امام علی سریال 34 ساعته ترسید، چرا تا اهلیلش ترسید؟ حسام توی همون خیلی چیزهای دیگه، یارو مست میکنه و چه میکنه و نماز عوضی میخونه و اینا، شکستن تابوها رو، پیروز شدن. آقا این آقا اومده میگه مال خود رژیمه، از پایوران نظامه. تو خود کانال دیگه حرف من و شما نیست که تو میترسی بگی مرد حسابی، مرد حسابی تو میترسی بگی، خودش یارو پایور قاطع نظامه، اومده میگه ایچ ستون ما رو از ستون های چراغ برق آویزون میکنن، ما رو میکشن، ما رو فلان میکنن، خودشون میگن این پیروزیه. پیروزی همین عزیزان من، پیروزی فکر کردی چیه؟ گام به گام است پیروزی، مثل موریانه نظام رو جویدید و دارید نابودش میکنید. دختان آریایی، دختان دلیر آریایی، آقا خیابونا رو بچه ها، بچه های عزیزم، فرزندان آریایی ایرانی تازیان رو دارن بیرون میکنن از میان، خیابونا رو میان اسمش رو عوض میکنه. وقتی که اسم خیابونا عوض میکنه، رژیم مگه جرأت میکنه بره بعدش عوض کنه اون عوض رو؟ علامه امینی، علامه شو میرن روش مهسا میچسبنن، مهسا امینی، علامه امینی چه مزخرف بودی مردی که کتاب نوشته در مورد ولایت امام علی. ما ولایت خمینی رو دیدیم با ولایت خامنه ای، ولایت اونها دیگه در اون قرن های گذشته آدم کشی دختر زنده بگور چی بوده خدا میدونه. علامه امینی تازیار برای شما بوت کردن، تازیه استفراغ هم که میکنه برای تو بوتش کردن. اینا با برنامه است، اینا حساب شده است،
کاشف القطاع آیت الله ببه آیت الله تتت آیت بات کردن بر آقای استاد دانشگاه آقای فلان اینا تو باندن بوتشون میکنن براتون. دختران ما و فرزندان دلیل ما دبیرستان رو به نام کیان پیر فلک میکنن. تابلوهاش هم هست، کی جرأت داره بره اینو عوض کنه؟ مهسا بنرهاش در اتوبان‌ها که زدن، بنرهای مهسا رو ابتدا همینطور که میبینید بچه ها قاچاقی میمدن میزدن توی پورا و فلان اینا، الان علنن میرن قشنگ ایور نخ اوور نخ فیلم های زیادی من دارم برای من فرستادن، بنرها رو میرن قشنگ زیبا با عکس مهسا در همه جا میزن. کی جرأت داره این بنرها رو بیاره پایین؟ کی جرأت داره این بنرها رو بیاره پایین؟ بچه ها این پیروزی است که شما به دست آوردید، حالا نباید از دست بدید، حالا بایستی پاسداری کنید ازش. همتون برید ورزش های رزمی، کونگ فو، کاراته، جودو، کشتی، کج، دختر و پسر رفتین یاد گرفتین، بیشتر برید یاد بگیرید. فردا اگر بخوان این دستاوردهای شما را ازتون بگیرن، بایستی مبارزه کنید و حفظ کنید، نباید بگذارید اینها دستتون بره. سادات تازی رو نیان برای شما بوت کنن، یارو سادات تازی رو خودش بندازه جلو، فوش اول آخر بینا بده، خاتمی نرف رای بده بوتش بکنن. خاتمی اگر مردی امامت ور میداری، تو در ایران با لباس تازی صحراگردان چه میکنی؟ همه شماها رو میگم. آخوند و ملا تو که میای زر زیادی میزنی دستگیرت هم میکنن و اینا، ما با چادر و چاقچور و عبا و عمامه هر چه بگن آدم نمیخوای، گفتار نیست، به گفتار نیست، به کردار است. به کردار از زن چادری رو بیان براتون بکنن رهبر نشید خر. حتی اگر خواهر من بیاد بگه که ای درود، او پولش گرفته، حقوقش گرفته، 20-22 سال بازنشست شده، میاد تبلیغ میکنه، مواظب باشید اینها رو، مواظب باشید. یکی از دلایل این که این ها یک کمی بیشتر حالا موندن ولی روز به روز پیروزی های ما بیشتر شد، میدونید یکیش این بود که شما همه شارلاتانا و دزدا و تقلبکارا و سیدایی که با مینی جوب، ساداتی که با مینی جوب با کراوات از تو امریکا، بچه های نواب صفوی بچهش به نام زرتشتی میان اینها برای رژیم کار کرده و میکنن، حتی فوش هم میدن یا تو نره، اصلاح طلب ساختن، سلطنت طلب ساختن، هوادار پادشاهی ساختن که برای همینه که رضا همش پرنس به اینا میگه که با من نیستن، ساختن که حتی یارو امکان داره فامیل رضا پهلوی هم باشه، ماموره، ماموره. اینها دیگه او این دکتر محمد یزدی رو فهمیدید؟ 16 سال در آلمان به جرم جاسوسی بازداشت بود، بعد آزاد شد زمان محمد رضا شاه، بعد میره ایران، پدرش از مرتضی، دکتر مرتضی یزدی از بنیانگذاران حزب توده از 53 نفر بود و این فرد پاریش هم زیاد اومد میومد و میرفت، این فرد تا آخرین لحظه عمرش هم سلطنت طلب بود، به سلطنت طلبان کمک میکرد. شهبانوی عزیزم قربونش برم چارتا ماچش بکنم براش بزرگداشت گرفت، براش بزرگداشت گرفت، خب گول خورد دیگه، مثل زمان شاه که اون لاتپوتای سادات تازی اومدن تو دربار دربار. و بعد این آقا وقتی مرد پارسال تازه فهمیدن که آقا این دکتر حسین یزدی مأمور رژیم بوده که تو تهران مصاحبه میکنه میگه آره من اینا رو بله دیگه من نمیخوام اینجا اینا رو بذارم برات. اینا هست، تو باید مواظب باشی سراتون کلاه نگذارن. بعضی چیزا هم چیزای درست و خوبیه،
پیروزی مال تویه، تو نباید بذاری لجن مالش بکنن. یه چیزایی که خوبه به تو کمک میکنه رو نباید بذاری لجن مال کنن. مثلا سالها بود که یک قیصر رو میگفتن بیاد ایران، نیاد ایران، بره ایران، بیاد ایران. از همون موقعی که رستم دیگر، اسفندیار دیگری که من چندین میلیون روش سرمایه گذاری کردم، تا اینا دیدن این ضد شیخ و روحانیت این نمایشنامه، اومدن کارشکنی کردن و این اصلا روز اول میخواست کار ما رو خراب کنه که آخرش هم خراب حال کردیم. اصلا اون موقع باش تماس و اصلا اون موقع کار میکرد با اونا، رفته ایران و اومده، برای دیدن اوجور که میخوان به دردش نمیخوره، صداش زیاد در نیاوردن. حالا اگر شنیدید که کیش معین میخواد کنسرت بذاره، این قضیهش و این پیروزی باز شماست، پیروزی جمهوری اسلامی نیست. اگر بشه که این کیش بشه، یعنی اگر معین رفت کیش برنامه اجرا کرد، شما پیروز شدید. یعنی شما یه چیزی که برای اون ممنوع تحریم 45 سال سرکوب کرده و همش گفته تحریم سازار شکسته، تا همین دیروز نذاشته که تو فلان شهر کنسرت برگزار بشه، اگه بره اون توی کیش کنسرت بذاره، این پیروزی توی درست مثل پیروزی هایی که تابلو میشه مهسا امینی، تابلو میشه دبیرستان کیان پیر فلک، ایران میشه بدون روسری، ایران میشه رقص شادی که شما میکنید در کوچه خیابون، ایران مساجدش میشه جای عروسی و جشن و شادی که الان در مساجد بسیاری در ایران، در مساجد بسیاری موزیک میره. من نمیخوام نشون بدم که اینها تا یکم بیشتر بشه برن مزاحمت ایجاد کنن، مساجد بسیاری رو الان برای سالن عروسی میرن میگیرن توش موزیک و فردا هم رقص و آواز و رقص هم که خود مرداش به بهانه سینه زنی و اینا رقصیدن و اینا فیلماش هست. یعنی تابوها رو شما دارید میشکنید. آنچه که شیخ گفته ممنوع، آنچه که سادات تازی گفته ممنوع، در آیین اوستایی، در آیین اوستایی آزاد هست. آریایی، میترایی، زرتشتی شما بردید و اونا تحمیل کردید. تحمیل بهشید خانم عزیزم، ملت ایران انتخابات تحریم کرده، اما بهشید خانم عزیزم به عنوان سخنگو و نماینده زرتشتی ها، برای که فریاد زرتشتی هزاران ساله در اون طویله باشه، میره با گاوها میشینه. ما هم بهش افتخار میکنیم، بهشید خانمو نکوهش هم نمیکنیم، بهشید رو دستش هم میبوسیم. میره اونجا به عنوان نماینده زرتشتی ها که اگر کسی زر زیادی زد، یک گاوی پیش اومد، تا حالا چندین بار پیش اومد که مهربان یاران که اونجا بودن یقه یارو رو گرفتن ترتیب شد دادن. شما برای پدافند از تفکر و اندیشه و آیین کهن باید حضور داشته باشید. من به بهشید جانم شاد باش میگم، پشتیبانی کنید ازش. جوان دیگری رو در یزد برنده شده بود چند سال پیش، دیده چقدر اذیتش کردن، آزارش دادن، از اینها پدافند باشید، تشویقشون کنید. اینها با اونها فرق میکنن، هدف اینها در حضور در اونجا چیز دیگر. حالا اگر مو اینجا تو رفتی، پیروزی بزرگه. حالا یه رازی رو امروز بهتون بگم، یه رازی رو میخوام بهتون بگم، خوب گوش کن. این کاری که با ما این میخوان بکنن یه پروژه است مال سال 1381 که جمهوری اسلامی، یعنی همون 34 سال پیش، 30 خورده سال پیش، این پروژه اونجا قرار بر این شد که برای استاد اکبر گلپایگانی کنسرتی در تخت جمشید گذاشته بشه. اگه در تخت جمشید گلپا میرفت میخوند، شما میدونید چه انقلابی بپا میکرد. یک فوتبال 4 تا دختر خانم عزیز رفتن توش، چه شورشی بپا کرد. یه فوتبال، حالا گلپا در تخت جمشید میخونه. همه کاراش شد. این پروژه رو اون موقع رفسنجانی پشتیبانی میکرد ازش که تونست
اعلام بشه، آفیشش در آمد. این آفیشش شما میبینید و میبینید که این آفیش یک تابلویست در خانه استاد اکبر گلپایگانی. این دوتا جوان جلوی تابلو وایستادن در خونه استاد و عکس رو گرفتن. بالا هم خود آفیشه. آفیش در اومد، کنسرت گلپا در اسفند ماه در اون سال در تخت جمشید در شیراز، همه بلیتاش 20,000 تا فروش شد. گلپا این رو به خود من گفت وقتی که اومد اینجا تا بلیتاش هم آورده بود، من دیگه اگرم داشتم تو انبار برار نشد بیام بشانش. گفت ما همه بلیت هم سولد شد و خود سران رژیم اول از همه بلیت ها رو خریده بودن ردیف های اولش. خب اگر گلپا میرفت اونجا میگفت دولت نعلین نهراسید، کین کهنه قبای دم در پشت ندارد. گلپایی که دیگه کیش مهر مثل علامه طباطبایی، کیش مهر مثل شهرام ناظری، کیش مهر مثل حافظ رند شیراز آینه شده بود دیگه، مسلمان نبود. اگر اونجا اون سال اون کنسرت برگزار شد میدونین چی میشد؟ این دیگه این پایه های رژیم یهو چویده میشد و پوسیده میشد و میفتاد زمین. خب نگذاشتن انجام بشه، نذاشتن انجام بشه. بعد هم اون موقع رفسنجانی پروژش این بود، چون درگیر شده بود با اینا. اینها وقتی که دیدید دیگه الان هم درگیر میشه، الان تو ایران همه مخالفش هم دیگر هیچ که بگیر نیست، هم خود آخونده هم نمون. شما ببینید رئیس جمهوراش یکی یکی اوت، یارو رئیس قوه قضایی بوده اوت، هیچ که نمونده. خب اون موقع هاشمی چون این رو فهمیده بود که دارن ترتیبش میدن، اون میخواست زودتر ترتیب بده، به خاطر همین تو خارج از کشور به عنوان رئیس مجمع تشخیص مطالعات نظام هم که بود، بودجه هنگفت خارج از کشور هم دست او بود، تمام این اپوزیسیون ها رو حقوق بده که بگیر کرد. داخل هم همینطور، مثلا تو داخل ما 100 دلار 50 دلار با آدم های همین الان این پولا داده میشه، چون او رفت ولی سیستم سر جاش هست. تو خود ایران الان و خارج از کشور، چون اینا پولای خارجی هم بود، الان من بهتون میگم پول خود ما که تو خارجه، از خارج هم خیلی اینا، مثلا خیلی از این رهبرای اصلاح طلبا تو ایران، اینا همشون اکثریتشون اکثریت تو خارج یک دکونی دارن، از دبی تو بگیر تا ترکیه تا اندونزی، ونزوئلا، کانادا، آمریکا، اروپا، یک جایی داره یک چیزی، دست کمش دو تا خونه خریده داده اجاره. اما این پولا، پولایی که از پولای خود ما امریکا پخش کرد اون سالهای پیش تا اصلاح طلب ها رو بسازه، که اصلاح طلب ها هم سه گروه مخالف هم دیگن ولی اینا متحدن و پول بگیرن. بعد یه روز که حالا چون تحولات بسیار پدید خواهد آمد، خیلی چیزا بسته خواهد شد، خیلی اسامی افشا خواهد شد، من نمیخوام این کار رو الان بکنم و خود شما الان خیلی چیزا رو میدونید، این یه تو خواهید دید یا یارو دیگه هم که مثل حسین یزدی که گفتم، شما برید سابقه شو ببینید، جاسوس، جاسوس تا آخرین لحظه مرگ، میخواهید دید که مثل حسین یزدی که تا آخرین لحظه مرگش همه فکر میکردن این سلطنت طلبه، تو آتیشه است، تو آتیشه است. میبینید که یارو یه بار اینجا کارش اصلا این بوده که سر تو رو بیاد گرم کنه، سر تو رو گرم کنه، سرگرمی باشه، آسپرین باشه که درد تو موقت، آسپرین باشه، آقای مربوطه باشه. خاچاتوریان یادش بخیر از جان رفت، زمان محمد رضا شاه یه برنامه بود آقای مربوطه، 5 دقیقه 10 دقیقه، این میومد شب توی تلویزیون 5 دقیقه 10 دقیقه تمام مشکلات شهر و روستا و هر جا بودی، هر شب یک چیزی میگفت. من یا با خودم گفتم خوار مادر، پس ما رو که الان این مقاله نوشته بودیم گرفتن بردن ما، پس میدونن که بابا خودشو خبر دارن دیگه، پس ما ساکت میشد. یک نوع ساکت کردن افراد توسط اشتر اپوزیسیون قلابی، حقوق همه اینها رو از همون قدیم تا حالا، حتی اگر عربستان سعودی میداده و کشور خلیج،
با قطر هست که گاز ما رو از روز اول بهش مجانی دادن، علکی که مجانی ندادن که، علکی که ساخت و پاخت نمیکنن یه چیزی میدن میدن. ما حساب فرعیه وا میشه، حساب فرعیه. خب رفسنجانی حتی میخواست اعلام بکنه، چون روسری و اینا رو کسی نمیتونه، هم از جمعهش اعلام کرد همون موقع، گفت این روسری فاهم بگم ولی حتی باز دوست شد بخواهم نیم موقع یک سری کاری داشت میکرد از همینجور همین کنسرت ما این شما همین که پروژه اویه و خیلی چیز دیگه پروژه اویه. بعد حتی از همون موقع شما در نظر بگیرین تو خود تهران نیاوران موزه شهبانو، نه که فرع خالی، شهبانو فرع دیبا است. یعنی میخواست یه تحول بنیادین به وجود بیاره. امام سفید بودی امام سیاه ها رو حالا خوب یا بد فوش اینا اونا کار نداریم، من دارم به شما خبر میدم، خبر رسانی میکنم. موریانه اگر شدی هر چی رو تونستی از رژیم بجوی بجوی، رژیم نابودش کن، رژیم رو نابودش کن. و الان داره رژیم رو به نابودی میره، چیزی از این رژیم نمونده. شما مواظب باشین گورتون نزن. الان تقویم آریایی میترایی او که اینقدر تو ایران دیگه عقد آریایی، کسی عقد اسلامی میکنه همه تون عقد آریایی میکنن، سپاس یزدان پاک. تقویم آریایی میترایی به من میگن تو مدارس میره رو بچه رو تابلو مینویسه. اینا رو من نمیخوام عکساشو فرستادن نشون بدم. بچه با تابلو رو تابلو که میان میزنی، ما در سال 1762 آریایی میترایی خواهیم بود، الان 61 چهار روز دیگه عوض میشه، بچه های خردسال ما. بعد حالا اینا بیان به هزار یک بمبل و زور و به بهانه‌ای علکی یک چیزایی بیافرینن، یه تقویم های 10,000 تا 10,000 تا چاپ کنن مجانی شما بدن که آقا سال 1403 هجری شمسی است، اهورامزدایی شب میکنن فردا 1403 اهورامزدایی. خب شارلاتان بازیه نه که زیاد میکنن که بچه ها گول نمیخورن، بچه های ما این گول نخوردن مهمه. این گول نخوردن خیلی مهمه. پارسی، زبان پارسی رو شما تو ایران میان عربیش میکنن، هی عربی 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 عربی، که یک اداری رو بلد نیستین، نمیشین اداری پشت سر رئیستا میذارین. بیچارای بدبخت. توی افغانستان سرزمین آریایی، اسمش محمود خان افغان، حالا جوان آریایی وقتی چنین حرفی میزنه از جونش مایه میذاره، از همه بیشتر باز منو این خوشحال کرد، خرسند کرد. من حدود 15 سال بود برای بچه های ایران نیایش میکنم، از خداوند میخوام که اونهایی که بر میخیزن و تلاش میکنن تا به اهدافی برسن، میگم اهورامزدایی یاری کن. اومده تو میدون، بچه جوان اومده تو میدون داره میره، کمکش کن. هستی اونجور که نیکولا تسلا میگه به کار میفته. نیکولا تسلا رو شما بشناسید؟ نیکولا تسلا، این ماشین تسلا ایلون ماسک رو که میشناسید. ایلون ماسک پسر خوبیه، از رهبران جهانی خوب هست. جف بزوس آدم خوبی هست. حالا این ایلون ماسک و تسلاشو نمیگم، نیکولا تسلا رو میگم، شما میشناسید؟ برو یه روز وقت بذار 7-8 ساعت نیکولا تسلا رو بشناس. شما هر چی پیشرفت ترقی میبینی الان، از همین تلفنی که من دارم با تو صحبت میکنم، دوربین، تلفن، ساعت، تا برق، تا رادیو، تا تلویزیون، تا وایر فایر، تا
ریموت کنترل، ما میگیم تلکوماند، برق، برق انواع و اقسام، همه اینها آفریده نیکولا تسلا است. قبل از اینکه من به دنیا بیامم از دنیا رفت. میدونید اینا؟ نمیدونید. شما ببینید وقتی در حق نیکولا تسلا ها ظلم میشه، تو بیچاره بدبخت تازی زده که دیگه جای خود داری. یه چیز دیگر میدونید، در طول تاریخ، در طول تاریخ یک کسی اومده ساخته، آفریده، بنیان نهاده، یک کسی دیگه از راه اومده چون پول داشته، چون باند داشته، چون اکیپ و گروه داشته، همه چیزی بابا رو گرفته، حالا یه پولی داده نداده به اسم خودش کرده، بعضی وقتا زدن یارو رو کشتنش به خودش کرده. میگن نیوتن فلان چیز آورد. نیوتن؟ ما 7700 سال پیش. چرا تقویم به 7760 دیگه؟ ما 7700 سال پیش تئوری نیوتن عمل میکردیم. آینشتین آقا گفت یه جا آینشتین گفت. شما پروفسور حسابی رو میشناسید؟ پسرش الان هست سخنرانی های خوبی میکنه. شما پروفسور حسابی رو نمیشناسید؟ اگر بشناسید میدونید که پروفسور حسابی رفیق آینشتین بوده و تئوری مال پروفسور حسابی است. آینشتین ازش میگیره، به اسم خودش میمونه. میدونستی؟ نمیدونستی. حالا از همه مهمتر اینه که جدیده آپل یک گاز زد بهش، استیو جابز اردیناتورش ساخت، کامپیوترها رو، مکینتاش و فلان اینا، و بعد تلفن آپل، آیفون هایی که دارین. کی بود آفرینندش؟ خالقش کی بود؟ استیو جابز مثل ایلون ماسک فکر میکرد، مثل نیکولا تسلا فکر میکرد. نیکولا تسلا گفت من برق رو میخوام برای مردم مجانی کنم. خمینی گفت من برق رو الان پولدارا استفاده میکنم. من خمینی پیش زلرها زدن 100 سال پیش، اومدن 1,000,000 دلار هزینه رفته بود برای تولیدات برق، اونا سوزوندنش، خراب کردن، آتیش دادن، فرام کردن، از پا ننشست. هارپ رو که من گفتم 10 سال پیش، نمیدونم هارپ مال اونه. بارون مصنوعی میاد، برف مصنوعی میاد، الان صددار هر وقت دلشان بخواد میتونن پر کنن، جویبارها رو آب بیارن، پدر سوخته هر وقت بخواد میارن. تسلا است، نیکولا تسلا دست کم 300 تا پروژه و اختراعات برتر جهان که شاید هنوز 100 تاشم، 70 تاشم، 50 تاشم عملی نشده. بعدم چون ذکاوت داشت و زیرک بود، اهل یوگسلاوی بود و پروتستان هم بود، بچه که میشه بوده این بیمار میشه و در حال مرگ میره. خیلی وقتی میرن در حال مرگ اون تونل رو میبینن، وقتی که از اون تونل برمیگردن نابغه میشن. این خودش میگه که بهش چیزایی داده بودن، دادن بهش، یعنی داده بودن دیگه بهش، تو ذهنش رو باید میافرین و شاهکار کرد. این تسلا است. حالا استیو جابز باید نشسته پشت میزش کار میکنه، باید بیفته بمیره. این رفیق ما، رفیق شما البته که آیفون دارین دستتون، این بیل بایستی بیاد جاشو بگیره، دنیا رو هم بگیره، از پست میکروسافتش هم استعفا بده، بره توی چین همون داروسازی ماروسازی واکرده تو دنیا و فلان کارا رو بکنه و چیزی زندگیشی بکنه. یعنی همیشه. حالا نیکولا تسلا رو کی حقش خورد؟ توماس ادیسون. همه میگن ادیسون فلان ادیسون. توماس ادیسون میخواست اصلا یارو رو بکشه.
چون تسلا باش رفیق بود با هم کار میکردن، بعد یه هایی میدید عجبید برق موازی دولاینی را آورده با اون برق یلاینی و فلان، اون این آورده این این آورده با هم مدت شریک کار، بعد به پروژه میره قرار میذارن که 500 هزار دلار پول بگیره تسلا، کارش که تموم میشه بهش نمیدن. این قانون آمریکاییه که تو هفته 18 دلار حقوق میگرفتی همون هفته 18 دلار تو بگیری بهت بدیم بری 500 هزار دلار چیه؟ یعنی تفریل اینقدر اذیتش میکنن، حقش زیاد میخورن، خیلی بی عدالتی در حقش میشه تسلا. ولی من چون در رادیوی فرانسوی ما برنامهاشو پخش میکنیم با icmetno.com، شما رادیو پاریس، رادیو پاریس دات نت رو که میزنید یک شنبه دو ساعت برنامه پارسی زبان دارید به هنگام پاریس 14 تا 16، و همونطور عرض کنم خدمتتون تمام مدت سال و روز و هفته شما برنامه زبان فرانسوی دارید. این رادیو از قدیمی ترین رادیوی فرانسوی است، 45 سال پیشینه داره. ما در این رادیو یک حرفای یه چیز به زبان فرانسوی پخش میکنیم تو این سالها که اصلا مردم که گوش میکنن باورش نمیشه، یعنی اسرار مگو رو میگیم. حالا اینجا چون صحبت شد تو پرانتز اینم بهتون بگم که بدونید برنامه های ما پخشش از شبکه جهانی پارس، ماهواره پارس برای ایران خصوصا و اروپا، دقت کنید عزیزان من، یک ساعت روز پنجشنبه عقب رفته، یعنی به هنگام ایران ساعت 16:30 ما پخش میشیم، به هنگام پاریس ساعت 14، یعنی 2 بعد از ظهریم، 3 نیستیم، 2 بعد از ظهر پنجشنبه ها که لندن میشه 1 بعد از ظهر. ایریاتون نره، به دوستانتون هم خبر بدید، چون همین امروز پیش از اینکه برنامه آغاز بشه من از ایران 3 تا تلفن داشتم، میخواستم بیام رو ایر دیگه، میخواستم جواب ندم و جواب دادم، دیدم یعنی یک به یک هر 3 تا توی در عرض 30 دقیقه از ایران بود که آقا برنامه هفته پیش پخش نشد، هفته پخش نمیشه چجوری؟ گفتم نه عزیزم، 1 ساعت فرق کرده، فرق کرده، یعنی 1 ساعت اومده عقب. 14 ساعت 14 به هنگام پاریس که اونجا میشه 16:30 پخش میشه. در غیر صورت یادتون نره تمام آرشیو ما، تمام آرشیو ما روی اینترنت هست، در یوتیوب هست، شما میتونید با مراجعه به mehrtv.org mehrtv.org اینها رو در اختیار داشته باشید. خب در تاریخ از این دزدی هم زیاد بوده، از همون زرتشت و میترای ما بگیر بیا، الان اکثر آداب و رسوم و سنن آریایی میترایی اوستایی رفته تو مسیحیت. همین نور، نور خورشید، مهر پرستاری، پرستاری کردن، مهر پرستی، مهر پرستاری کردن از خورشید و آتش و شمع و اینا، مال ایران دیگه، مال میتراست، مال زرتشته. اصلا مهر یعنی خورشید، مهر یعنی خورشید، نور. تسلا میگه که میگه همه چیز از اوست، از اون میشه همه چیزم هم به دست آورد. نیکولا تسلا امروز روز خوبی بود، از پیروزی گام به گام دختران آریایی سرزمین سخن گفتیم و به تسلای قهرمان مظلوم تاریخ رسیدیم، نیکولا تسلا. همین ماشینی که الان به اسم تسلا داره در آورده این آقای ایلون ماسک، او سال در آورد ماشین سوارش هم میشه، 70 خورده سال پیش نیکولا ماشین برقی رو در میاره سوارش هم میشه، ولی خداوندان نفت و اینها مگه میذارن؟ ترتیب آوردن. سخن زیاده، خیلی چیزا خواستم بهتون بگم، مثل همیشه دیگه به پایان برنامه میرسیم، ازتون پروانه میخوام، دستان گرم همه شما رو بفشارم تا برنامه دیگر بهتون درود بگم. و درود برای کی؟ رفیقم امیر شجره.
درود بفرستم به امیر شجره دبیرکل تلویزیون پارس. ساعت های ما رو امیر یک کپشن درست کن که همه بدونن ساعت 14 به هنگام پاریس پخش میشه، یک ساعت عقب رفتی. شاید پارازیت هایی که برای ما میزدن اینا تا بخوان اونا شبست کنی که وقت بگیره یه چند هفته خوب ما رو ببینیم بدون پارازیت. با بوسه و مهر تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار. هادی چوپان عزیزم فخر ایرانی در جهانه. هادی چوپان عزیزم فخر ایرانی در جهانه. افتخاری که آفرید همه ما رو خوشحال کرد. من نیایش کرده بودم همیشه 15 سال براش میکردم که قهرمان بشه، شد از چند سال پیش و الانم روز به روز داره نیایش. من همیشه برای کسی میخوام که ببینم تو میدونه داره میدوه، تو خونه بخوابی نیایش برات کاری نمیکنه، باید تو میدون باشی تا برنده بشی. نوروز هست و شادی، جشن و دستفشانی و پایکوبی هر جا توی شهری که هستید. جشن نوروز هست، برید و یک سال یه باره هزینه‌اش رو فکر نکنید. جشنهای نوروز رو با شکوه برگزار کنید. در پاریس ما هم در این جتست چهار قدمی ما 66 شانزلیزه هستیم، اینا نرسیده به لیدو، خیابون واشنگتن، اون سالن بزرگه جتست. شب برنامه است، شب عید 20 مارچ که دو تا رفیق من، عطای عزیزم و احد آقاسی عزیزم، میان برنامه اجرا میکنن. خیلی هم شاد خواهد بود همه با هم در جشن نوروز.